سلام، امروز 10 آگوست 2021 هست که در خدمتون هستم. داریم راجع به افراد مسئله دار توی رابطه صحبت میکنیم که اون آدم ها چه آدم هایی هستند. خب به دسته ها و گروه های مختلفی ما آدم های مسئله دار توی رابطه اسم میگذاریم و اینکه حالا این آدم ها به چه صورت هستن، ما در قبالشون ممکنه چه واکنش هایی نشون بدیم. امروز میخوام مختصری راجع به این موارد با هم صحبت بکنیم. فرقی نمیکنه که آیا شما با این آدم های مسئله دار زندگی میکنین یا در مجاورت اونها هستین، یا این آدم های مسئله دار از دوستان شما هستن و یا از خانواده های شما هستن. به هر حال این آدم ها، مجاورت با این آدم ها میتونه آسیب های جسمی و روحی زیادی رو به ما وارد بکنه. واقعا اهمیتی نداره که چه اتفاقی افتاده که این آدم ها این واکنش ها رو نشون میدن. آیا آدم هایی بودن که مشکلات زیادی رو توی زندگیشون داشتن، آیا آدم هایی بودن که کمتر مورد توجه والدینشون قرار گرفتن، هیچ فرقی نمیکنه. به هر حال اونها اثرات منفی روی ما دارن و اگر که ما نتونیم تشخیص بدیم و نتونیم خودمون مراقبت کنیم در برابر این آدم ها، قطعا به لحاظ جسمی و روحی در برابرشون در واقع تجربه های بدی رو خواهیم داشت و آسیب خواهیم دید. خب حالا اون چه که مهم هست شناسایی این آدم هاست، همینطور که قبلا هم توی برنامه های قبلی گفتم، و اینکه اجازه ندیم این آدم ها بتونن که رفتارهای منفی و عقده های خودشون رو سر ما خالی بکنن و بهشون بفهمونیم که لازم هست که با ما با احترام رفتار بکنن. این از مسائل بسیار بسیار مهم هست. خب اینکه ما مجبور باشیم در برابر این آدم ها خشم خودمون رو سرکوب بکنیم یا مشکلاتی رو که باهاشون پیدا میکنیم رو حل نشده باقی بگذاریم، قطعا آسیب های زیادی رو به ما وارد خواهد کرد. مطمئنا خشم و عصبانیت باعث ترشح هورمونی به نام نورپینفرین در ما میشه که ازدیاد این هورمون توی بدن ما میتونه آسیب جدی رو به سیستم ایمنی بدن ما وارد بکنه و گاهی وقتا باعث میشه که ما دچار بیماری های خود ایمنی بشیم که اصلا منشأ اون بیماری رو نمیدونیم، در حالی که یک رابطه مسئله دار داریم یا اطرافمون آدم های مسئله دار هستن و شناسایی نکردیم، از خودمون مراقبت نکردیم و تشخیص ندادیم. خب این حمله‌ای که به بدن ما میشه میتونه مسائلی رو برامون به وجود بیاره. گاهی وقتا بیماری های مثل سرطان رو میتونه ایجاد بکنه. گاهی وقتا افزایش هورمون اپینفرین که حاصل خشم و عصبانیت هست میتونه باعث لخته شدن خون بشه و مشکلات قلبی برامون به وجود بیاره، سکته قلبی به وجود بیاره، سکته مغزی به وجود بیاره. خیلی وقتا مجاورت با این آدم ها اگه به خودتون دقت بکنین شما رو دچار سردرد و حالت تهوع، پشت درد، بدن درد، گاهی وقتا حتی اضطراب، افسردگی، حملات اضطرابی. گاهی وقتا ما مواجه هستیم وقتی که فرد درگیر یک رابطه مسئله دار هست. گاهی وقتا آدم ها برای اینکه بتونن خودشون رو سازگار کنن توی همچین شرایطی و با همچین رابطه ای، حتی رو میارن به مواد مخدر، رو میارن به مشروبات الکلی یا حتی رو میارن به پرخوری برای اینکه بتونن از خودشون مراقبت بکنن. یعنی در واقع توی یک رابطه مسئله دار حضور دارن و میخوان که خودشون رو آروم بکنن به این وسیله. و خب اینها هم رفتارهای خودتخریبی هستش که هیچ مراقبتی رو از ما به عمل نخواهد آورد. خب بنابراین درون فکنی خشم و در واقع نفرت و درد خیلی وقتا باعث بیماری های جسمی و روحی میشه که ممکنه ما خیلی منشأش رو نتونیم تشخیص بدیم، در حالی که اگر خوب به زندگیمون نگاه بکنیم درگیر یک همچین آدم هایی هستیم. مجاورت با آدم های مسئله دار گاهی وقتا ما رو شبیه خود اونها میکنه، بدون اینکه ما متوجه باشیم رفتارهایی رو نشون میدیم شبیه همون آدم ها، حالتهای چهرمون حتی مثل همون آدم هاست و گاهی وقتا ناخودآگاه وقتی به خودمون نگاه میکنیم میبینیم تبدیل شدیم به یک آدم دیگه. مثلا
در مقابل آدم های مسئله دار گاهی وقتا ممکنه که ما آدمی باشیم که فقط سکوت کنیم، یا آدمی باشیم که خیلی خشن بشیم و شروع کنیم به جدل کردن، شروع کنیم به دعوا کردن، و خب حتی یا آدمی بشیم که رفتارهای پسیو اگریسیو از خودمون نشون بدیم، یعنی مثلا کنایه بزنیم، حرفای نیشدار دائم بزنیم. اینها معمولا پیامد مجاورت در برابر آدم های مسئله دار هست. خب اینکه واقعا چه آدم های برای ما مسئله دار باشن خیلی ربط داره به نوع شخصیت خود ما. خیلی وقتا میبینیم که یک فردی برای یک فرد یک آدم مسئله داره، با اون مسئله پیدا میکنه، ولی با آدم های دیگه نه. خب اینها برمیگرده به خصوصیات شخصیت خود ما که در برابر هر مسئله چطور واکنش نشون بدیم. بعضی از آدم ها هستند که در برابر خشم و هیاهو خب نمیتونن تحمل بکنن، واکنش خوبی نمیتونن نشون بدن، و بعضی از آدم ها هم هستند که اینطور نیستن و در مقابل در برابر آدم هایی که خیلی قضاوت میکنن ممکنه که واکنش نشون بدن. اینا همه بستگی داره به خود ما و واکنش ما در قبال اون فردی که در برابرش قرار داریم. بنابراین ممکنه که یک فردی در برابر ما به عنوان یک آدم مسئله دار شناسایی بشه، ولی برای یک فرد دیگه اینطور نباشه. خب پس هر کسی از فرد مسئله دار میتونه درک متفاوتی داشته باشه. در این حال خب ما باید این رو هم مد نظر قرار بدیم. خیلی درک ما از اینکه اون فرد مسئله داری هست یا نه خیلی برمیگرده به اینکه رابطه ما در چه سطحی باشه. مثلا اگر ما یه رابطه سطحی داشته باشیم، گهگداری یک فردی رو ببینیم، گاهی وقتا توی مهمونی ها اون فرد رو ببینیم، نمیتونیم مثل یک فردی که دائما با اون فرد در تماس هست و حتی باهاش زندگی میکنه در مورد اون فرد در واقع نظر بدیم و بگیم که مثلا این رابطه مسئله داره یا نیست، یا این فرد مسئله داره یا نه. همه اینا بستگی داره به درجه رابطه ما با اون فرد. خب یک چیزی که باید خیلی مد نظر قرار بدیم و به ما کمک میکنه به اینکه بتونیم با افراد مسئله دار بدونیم که چطور باید مواجه بشیم، باید اینو بدونیم که قرار نیست که همه آدم ها ما رو دوست داشته باشن، همونطور که قرار نیست ما همه آدم ها رو دوست داشته باشیم. اگه بتونیم این اصل رو بپذیریم توی روابط، شاید برامون خیلی راحت تر باشه که مجبور نیستیم دیگران رو دوست داشته باشیم، از اون که همه آدم ها رو، و همه آدم ها هم مجبور نیستن ما رو دوست داشته باشن. قطعا آدم هایی هم هستن که ممکن از ما خیلی خوششون نیاد، و قطعا آدم هایی هم وجود دارن که ممکنه ما خیلی از اونها خوشمون نیاد. بنابراین این قبول کردن این اصل در روابط خیلی به ما کمک خواهد کرد برای اینکه بتونیم با آدم های مسئله دار کنار بیاییم. خب معمولا آدم های مسئله دار نمیدونن چطور روابط دوستانه خودشون رو حفظ بکنن و نمیدونن چطور توی روابط دوستانه نقش مثبتی رو ایفا بکنن و انرژی مثبتی رو در رابطه ایجاد بکنن، و خیلی وقتا آدم های اطراف رو آزار میدن و از خودشون دور میکنن. معمولا خصوصیات افراد مسئله دار به این شکل میتونه شناسایی بشه. خب دسته ها و گروه های مختلفی هستن. مثلا یک دسته از آدم هایی که جزو افراد مسئله دار طبقه بندی میشن افراد تحقیر کننده هستن. معمولا این آدم ها آدم هایی هستن تحقیر کننده، تهدید کننده، آدم های منفی هستن، قدرت مدارن، پرخاشگرن، عیبجو هستن. معمولا آدم هایی هستن که اعتماد به نفس بالایی ندارن و برای همین وقتی با شما برخورد میکنن خیلی ممکنه که به شما حمله کنن، یعنی شروع کنن به عیب جویی کردن، به خصوص اگر احساس بکنن که خصوصیات مثبتی در شما وجود داره که اونها نمیتونن صاحبش باشن و شما با اون خصوصیات در حال درخشش هستین. بنابراین شروع میکنن به اینکه به شما حمله کنن، شروع میکنن که از شما عیب جویی بکنن، و خب مشخص هست که چه اتفاقی برای روابط اونها خواهد افتاد. یک دسته از آدم های دیگه که ما از اونها به عنوان آدم های مسئله دار نام میبریم آدم های پرحرف هستن.
معمولا این آدم های پرحرف، آدم های خودخواه، آدم های خودشیفته که خیلی درک واضحی از روابط اجتماعی ندارن، خیلی زیاد حرف میزنن بدون اینکه توجه بکنن که حرف زدن اونها چه اثری روی فرد مقابل خواهد داشت و اینکه حالا ببینن چهره اون داره چه چیزی رو نشون میده، آیا نشون میده که دارن از حرف زدنش لذت میبرن یا نه. در واقع خیلی توجهی نمیکنه برای اینکه بتونه حرف زدن خودش رو ادامه بده و برای اینکه اون چیزی که خودش میخواد رو در روابط بتونه پیش ببره و خب خیلی از اوقات هم باعث آزردگی دیگران میشن و معمولا حرفهای بی ارزشی رو هم مطرح میکنن که مورد توجه دیگران نیست. خب این آدم ها به طب ما رو به بازی نمیگیرن توی رابطه و میخوان به این شکل مسلط باشن، در واقع آدم های پرحرف. یک دسته دیگه از آدم هایی که آدم های مسئله دار ما اونها رو گروه بندی میکنیم، آدم های خود ویرانگر هستن. معمولا این آدم ها آدم هایی هستند که نقش قربانی رو توی روابط دارن. خب معمولا اهل واقعیت بینی نیستن، آدم های ضعیفی هستن، آدم هایی هستن که منفی هن، آدم هایی هستن که بی ثباتن، افسردن، خیلی قدرت دافعی اون این آدم ها زیاد هست و به نوعی خودشون رو لایق خیلی از داشته ها نمیدونن، خیلی خودشون رو لایق یک رابطه خوب، یک زندگی خوب نمیدونن و قبل از اینکه دیگران از اونها انتقاد بکنن خودشون به خودشون حمله میکنن و خودشون رو زیر بار تحقیر و انتقاد قرار میدن و میتونم بگم که خودشون رو کوچیک میکنن، خودشون رو سرزنش میکنن و به نوعی شاید بشه گفت که از خودشون متنفر هستن. خب معمولا اگه با این آدم های خود ویرانگر که جزو آدم های مسئله دار هستن روبرو بشیم، اگر ازشون تعریف و تمجیدی بکنیم اونها قبول نمی کنن، در واقع رد می کنن، یعنی باور ندارن که لایق چنین تعریف و تمجیدی هستن و خب به خصوص اگر که زندگی که درش حضور دارن مطابق میلشون نباشه، خیلی وقتا دست به رفتارهای خود ویرانگرانه میزنن، مثلا پرخوری میکنن و یا به اعتیاد روی میارن که خب اینها رفتارهای ویرانگری هست که انجام میدن. یک سری از آدمهای دیگه هستن که شخصیتهای فراری دارن، جزو آدمهایی که ما اونها رو زیر پوشش آدمهای مسئله دار قرار میدیم. این شخصیت های فراری معمولا آدم های صادقی نیستن، آدم های با وفایی نیستن و خب دمدمی مزاجن، میتونم بگم ترسو هستن، خیلی قابل احترام نیستن و نمیتونن با مسائل مهم زندگی خودشون روبرو بشن و بسیار دچار استراب و به هم ریختگی میشن وقتی که با مسائل مهم و اساسی زندگی روبرو میشن و معمولا هم آدم هایی هستن که از اینکه بخوان تعهدی رو بپذیرن، از اینکه بخوان مسئولیتی رو بپذیرن فراری هستن. ما به این آدم ها آدم های فراری میگیم، شخصیت های فراری میگیم. دسته های دیگه ای از آدم های مسئله دار هم هستن که من میخوام راجبشون بیشتر توی برنامه های بعدی با هم صحبت بکنیم و ببینیم که در نهایت ما در مقابل این آدم ها باید چه واکنش هایی رو نشون بدیم. بنابراین با برنامه های بعدی هم همراه باشید برای اینکه بتونیم با هم در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. اگر سوالی داشتید میتونید برای من در مسنجر فیسبوک سوالتون رو به صورت کوتاه مطرح بفرمایید، من در حد توان پاسخگو خواهم بود. در صورتی که نیاز به جلسات مشاوره چه به صورت آنلاین چه به صورت حضوری داشتید، میتونید با شماره من 604-818-3071 تماس بگیرید یا برای من پیغام بگذارید، من میتونم خدمت شما توضیح بدم شرایط داشتن این جلسات رو. در صورتی که بیمه های شغلی، دانشجویی یا تکمیلی دارید و بیمه های شما این خدمات رو کاور بکنه، میتونید از بیمه خودتون هم برای داشتن این جلسات استفاده بکنید. میتونید با من تماس بگیرید، من خدمتتون توضیح خواهم داد به چه صورت هست. دوستانی هستن که تحت پوشش ICBC تصادفی داشتن و میتونن بدون پرداخت هزینه تحت پوشش ICBC این جلسات رو داشته باشن،
میتونن با من تماس بگیرن، من راهنمایی خواهم کرد. دوستانی هم هستند که تحت پوشش برنامه سیوب ویکتیم سرویسز هستند، خشونت خانگی رو تجربه کردن و میتونن بدون پرداخت هزینه این جلسات رو داشته باشن. باز هم میتونید با من تماس بگیرین. دوستانی هم هستند که تحت پوشش ورکسیف بی سی هستند و ممکنه که بتونن از این جلسات استفاده بکنن، که میتونن با من تماس بگیرن، من خدمتشون توضیح بدم به چه صورت هست. شماره من هست 604-818-3071. دوستان در جریان باشید، بیمه هایی که عرض کردم میتونن استفاده بکنن، برای کانادا هست نه برای امریکا. بیمه هایی که در کانادا فعال هست و این خدمات رو کاور میکنه میتونن این جلسات رو با پوشش بیمه ای که دارند استفاده بکنن و مفهوم بیمه های دولتی نیست، در واقع بیمه های تکمیلی یا بیمه های دانشجویی یا شغلی هستن. در خدمتتون خواهم بود در برنامه دیگه که بیشتر در مورد این مسائل با هم صحبت خواهیم کرد. ممنونم از همراهی همه شما. روز روزگار همگی شما خوش. خدا نگهدار.